ولی فقیه درمانده رژیم که برای توجیه شکست مفتزهانش در مهندسی نمایش انتخابات به صحنه آمده بود، به موقعیت سرنگونی نظام اذعان کرد و گفت هدف دشمنان استمرار فشار، خسته کردن ملت و تغییر نظام است. خامنه ای در این بار افزود البته دشمنان در حرفهای خصوصی و نامه ها می گویند نمی خواهیم نظام را تغییر دهیم، اما عملکردشان خلاف این حرف را نشان می دهد. خامنه ای در یک فرار به جلوی مضحک و متناقض، نمایش انتخابات را نشانه اعتماد عمومی و حتی مخالفان نظام دانست و با اشاره به سخنانش در پیش از انتخابات گفت آن روز گفته شد اگر احیاناً کسانی هستند که دلشان با نظام خیلی صاف نیست اما برای ایران و منافع ملی اهمیت قائلند در انتخابات شرکت کنند، که لابد برخی از رای دهندگان در زمره این افراد هستند. خامنه‌ای که در جریان مناظره‌های تلویزیونی کاندیداهای نمایش انتخابات سیاست‌های اتمی‌اش حتی توسط ولایتی مشاورش زیر علامت سوال رفته بود، به پاسخگویی پرداخت و شکست مذاکرات اتمی را به گردن کشورهای مقابل انداخت و گفت همان گونه که در اولین روز سال نو گفته شد چند کشور که جبهه مخالف ایران را تشکیل می دهند و خود را به دروغ جامعه جهانی می خوانند با لجبازی نمی خواهند موضوع هسته‌ای حل شود، اما اگر لجبازی را کنار بگذارند حل مسئله هسته‌ای ایران کاری سهل، آسان و روان است. اما هدف دشمنان استمرار فشار، خسته کردن ملت و تغییر نظام است، بنابراین نمیگذارند مسئله حل شود. دنیس راس مشاور پیشین اوباما در امور ایران و خاورمیانه گفت یکی از دلایلی که خامنه ای به رئیس جمهوری حسن روحانی تن داده میتواند این باشد که از وی به عنوان یک سوپاپ اطمینان در برابر نارضایتی عظیمی که در داخل ایران وجود دارد استفاده کند. احتمال دیگر این که خامنه ای تصور کرده باشد از ظاهر میانه روی روحانی به عنوان عاملی برای کاهش تحریم ها و فرصت خریدن برای دستیابی به تسلیحات اتمی تواند استفاده کند. در این راسته مقاله در نیویورک تایمز تصریح کرد در هر صورت هیچ کدام از این سناریوها به معنی رسیدن به معامله بر سر اتمی نخواهد بود. حتی اگر به وی امکان و قدرت مذاکره هم داده شود، روحانی باید معامله ای را ایجاد کند که مورد قبول رهبر واقع شود. مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد ما باید در نظر داشته باشیم که فشار تحریم‌ها علیه رژیم ایران به چنین انتخاباتی منجر شده است. در این صورت نابخردانه خواهد بود که فکر کنیم برداشتن فشار اکنون فرصتی را برای روحانی فراهم می‌کند تا آنچه را که مورد نظر ماست ارائه دهد. آنچه که ما می‌خواهیم این است که رژیم ایران نباید به نقطه کسب توانایی تسلیحات اتمی برسد. راس افسود روحانی پیشاپیش به طور علنی امکان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را منتفی اعلام کرده است. لذا این بار این رژیم ایران است که باعث بستن پنجره دیپلماسی می‌شود. بنابراین اگر می‌خواهیم دیپلماسی موفق شود، آمریکا باید مستقل از روسیه و سایرین در گروه پنج به علاوه یک ابتکار عمل خودش را داشته باشد. ایلان برمن معاون رئیس شورای سیاست خارجی آمریکا طی مقاله‌ای در واشنگتن تایمز نوشت بازی انتخابات در ایران از همان آغاز تعیین تکلیف شده بود. رئیس جمهور جدید رژیم ایران هیچ تفاوتی با قبلی ها ندارد. سابقه وی در سیاست این حکومت گواهی است بر سرسپردگی وی به خامنه‌ای رهبر رژیم. به عبارت دیگر حسن روحانی به رغم همه لفاظی‌های سیاسیش درباره نیاز به روابط سازنده با غرب اساساً پیرو خامنه‌ای است. لذا با انتخاب روحانی از اشتیاق دستیابی این رژیم به بمب کاسته نخواهد شد، زیرا پرونده اتمی آن اساساً در حیطه ولی فقیه است. معاون رئیس شورای سیاست خارجی آمریکا تاکید کرد سیاستگزاران در واشنگتن بهتر است درک کنند که انتخاب حسن روحانی
وضعیت اتمی را تغییری نخواهد داد. این خط سیر نه توسط رئیس جمهور رژیم ایران بلکه از مدت قبل تصدیق شده است. بحرین نقطن از عوامل رژیم آخوندی را به خاطر طراحی برای حمله به زندانی در این کشور دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بحرین روز سه‌شنبه اعلام کرد نقطن را دستگیر کرده است که مرتبط با رژیم ایران هستند. وزیر کشور بحرین گفت تسلیحات، مهمات و طرحی برای حمله به یک زندان کشف و توقیف شده است. افرادی که دستگیر شدند به گروهی موسوم به جیش الامام تعلق داشتند. به گزارش وزارت کشور بحرین، آنها در نظر داشتند به تأسیسات کلیدی این کشور نیز حمله کنند. این هسته تروریستی به گفته وزارت کشور بحرین با حکومت‌های ایران، عراق و لبنان مرتبط بوده و 4 ماه پیش خونسا شده است. 8 تن از اعضای این هسته گفتند از خارج سلاح و مواد منفجره و آموزش دریافت کردند. یک نظرسنجی جهانی نشان می‌دهد مردم بسیاری از کشورهای جهان دیکتاتوری آخوندی در ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت خود می‌دانند. بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه بین‌المللی پیو، اکثریت مردم اروپا برنامه اتمی رژیم ایران را تهدیدی علیه کشور خود می‌دانند. در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا با 70% مخالفت با برنامه اتمی رژیم ایران در صدر قرار دارد. در همین زمینه 54% از افکار عمومی آمریکا این رژیم را به عنوان یک تهدید ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که حتی در منطقه خاورمیانه 51% از لبنانی‌ها علیه جاه‌طلبی‌های اتمی رژیم هستند. شرکت ماهواره‌ای اینتلسات پخش برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی زبان رژیم موسوم به پرس تیوی را قطع کرد. شرکت اینتلسات طی نامه‌ای با اشاره به نام رئیس رادیو تلویزیون رژیم در لیست تحریم آمریکا اعلام کرد پخش برنامه‌های شبکه‌های پرس تیوی را متوقف خواهد کرد. سایت حکومتی تابناک در این رابطه نوشت از ژانویه 2012 پرس تیوی و دیگر کانال‌های وابسته به رژیم در معرض موج بی‌سابقه حملات دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی قرار گرفتند. در ادامه جدال‌های درونی رژیم، باند ولی فقیه مجلس آخوندی از ارسال پرونده شکایت از مشایی به وزارت اطلاعات خبر داد. مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس رژیم گفت پرونده‌های در خصوص اظهارات اسفندیار رحیم مشایی در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفت و برای رسیدگی به مبادی زیربط از جمله به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس آخوندی افزود این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده و تعدادی از نمایندگان مجلس 7 و 8 نیز در این میان هستند. در همین حال احمد توکلی در جلسه کمیسیون امنیت مجلس رژیم به 96 سفر قابل تأمل رحیم مشایی به خارج کشور و ملاقات با برخی مقام‌های کشورهای خارجی اشاره کرد. به گفت رحیم مشایی هر 20 روز یک سفر خارجی داشته و ملاقات‌های قابل تأملی انجام داده است. توکلی خواست که این موضوع در جلسه علنی مجلس رژیم مطرح شد. خبرهایی از عراق توجه فرمایید. در پی یک انفجار تروریستی در میان متحسنین توسخرموتو عراق که تا به حال بیش از 60 تن کشته و زخمی بر جای گذاشته، ارشد صالحی رئیس جبهه ترکمن از ترکمنها در کل عراق به طور خاص در استان کرکوک و شهرستان توسخرموتو خواست که در مؤسسه های دولتی و غیر دولتی در اعتراض به استمرار هدف قرار دادن آنها دست به اعتراض مدنی بزنند. صالحی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ترکمنها در معرض تهاجم وحشیانه هستند. در نتیجه این حملات از ساعت 8 روز چهارشنبه عصیان مدنی اعلام می شود. رئیس جبهه ترکمن عراق ارشد صالحی گفت
این عصیان یک روزه خواهد بود و از بازاریان کرکوک و توزخرما تو می‌خواهیم که مغازه های خود را ببندند تا اینکه پیام ما دقیق تر به کسانی برسد که صدای ما را نمی‌شنوند. به گزارش تلویزیون شرقیه، یک انفجار تروریستی در میان متحسنین توزخرما تو بیش از 60 تن کشته و زخمی بر جای گذاشت. علی هاشم معاون جبهه ترکمن در شورای شهر صلاح الدین و همچنین معاون استاندار صلاح الدین احمد خوجه همراه با پسرش در میان کشته شدگان می باشند. این متحسنین ترکمن هستند و علیه سیاست‌های نوری مالکی و وضعیت وخامتبار امنیتی اعتراض کردند. با چند خبر از میهنمان اخبار را ادامه می‌دهیم. مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در تهران، کارگران شهرداری اصفهان و کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به پرداخت نشدن تا 6 ماه حقوقشان تجمع کردند. جمعی از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در تهران روز گذشته 4 تیر ماه در مقابل دفتر رئیس این سازمان تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن چند ماه حقوق عقب افتاده خود اعتراض داشتند. کارگران شهرداری اصفهان روز گذشته در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض کارگران به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق عقب افتادهشان بود. پرداخت نشدن 2.5 ماه حقوق کارگران شهرداری بروجرد به تجمع اعتراضی آنان منجر شد. کارگران روز سه‌شنبه 4 تیر ماه تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند. دو زندانی بی‌دفاع در زندان مرکزی بندرعباس به دلیل فقدان درمان جان سپردند. گزارش حاکی‌است این دو زندانی که مدت هاست از عوارض بیماری که در زندان با آن دچار شده بودند رنج می‌بردند، در حالی که از شب قبل ساعت‌ها درد را تحمل کردند، روز شنبه اول تیر در مقابل چشمان همبندانشان جان سپردند. اجساد این قربانیان ساعتها در بند زندان باقی مانده بود و دشخیمان خامنه‌ای آنها را بلافاصله منتقل نکردند. پاسدار اسحاقی، سرکرده نیروی انتظامی رژیم آخوندی در استان خوزستان گفت همکنون 80,000 نفر در خوزستان به انواع مواد مخدر اعتیاد دارند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، وی با بیان اینکه در کشور ما روزانه 10 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند افزود، از نظر بهداشتی در ایران اعتیاد یکی از 4 عامل مرگ در کنار تصادف، سکته و سوختگی شناخته می‌شود و سالیان 10,000 میلیارد تومان هزینه و خسارتی است که اعتیاد بر جای می‌گذارد. خبرهایی از قیام مردم سوریه. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در حلب موفق به دریافت سلاح‌های ویژه شدند و آن را به طور فعالی وارد صحنه عملیات علیه نظامیان دیکتاتور کردند. رزمندگان با استفاده از این سلاح‌ها خسارات زیادی به نیروها و تجهیزات نظامیان اسد وارد کردند. رزمندگان سوری به مراکز تجمع نیروهای نظامی و شبیه رژیم اسد در ادلب تهاجم کردند و ده‌ها تن را از پای درآوردند. ارتش آزادی ساختمان‌ها و مراکز شبیه و مناطق تجمع نظامیان بشار اسد و شبیه را با تانک گلوله باران کرد. نام این عملیات توسط ارتش آزادی فتح المبین گذاشته شد. در ادلب رزمندگان ارتش آزادی سوریه یک هلیکوپتر نظامیان اسد را در نزدیک پادگان الخزانات در شرق شهر خانشیخون سرنگون کردند. در عملیات فتح المبین رزمندگان موفق به منهدم کردن 13 تانک و دیگر تجهیزات نظامیان بشار اسد شدند. در تمام استان ادلب رزمندگان ارتش آزادی سوریه توانستند چند هواپیما و هلیکوپتر جنگی را با سلاح‌های ضد هوایی منهدم کنند. در این جبهه تعادل قوا با دریافت اولین سری سلاح‌ها به سود رزمندگان ارتش آزادی تغییر کرده است.
عزیز دوویک رئیس شورای قانونگذاری فلسطین و یکی از رهبران برجسته حماس گفت حمایت از اپوزیسیون سوریه برای سرنگونی بشار اسد یک اولویت فوری است و بر هر کار دیگری از جمله جهاد برای فلسطین تقدم دارد. وی که با روزنامه از شروق الجزایر مصاحبه می‌کرد افزود به اعتقاد من بقای دیکتاتوری اسد یک خنجری در قلب و سینه فلسطین می‌باشد و کنار رفتن این دیکتاتوری شروع راه پیروزی فلسطین و ارتقاء جایگاه آن می‌باشد. و آخرین خبر این ساعت، اجلاس مقامات آمریکا و روسیه در رابطه با بحران سوریه برای آماده سازی کنفرانس ژنو 2 شکست خورد. به گزارش تلویزیون الجزیره، روسیه اصرار دارد که رژیم ایران به عنوان یک نیروی منطقه‌ای در این کنفرانس شرکت داشته باشد. سازمان ملل متحد اعلام کرد وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز دوشنبه آینده برای انجام گفتگوهای بیشتر در این باره دیدار می‌کنند. اما اخضر ابراهیمی نماینده ملل متحد برگزاری این کنفرانس در ماه آینده را بعید دانست.